خیلی خوش آمدین به برنامه روز حسین و در این لحظه با عزیز دلم برادر خوبم جناب سید مصطفی عبداللهی به عنوان شاعر و مدیح سرای اهل بیت قرار همراه بشیم. به محضرشون سلام و عرض ارادت دارم. آقا جان سلام علیکم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه دستان در کاران این برنامه و خسته نباشید خدمت همه رفقا. من واقعا یه گوشه ای از این کارا دارم میبینم و چقدر رفقا دارن زحمت میکشن. اجر همشون به حضرت زهرا سلام الله علیها. و سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز و عرض تسلیت به مناسبت ایام محسنیه و شهادت حضرت سکینه بنت الحسین که در شب و روزش قرار گرفتیم. ان شاء الله که صله ما برای این اشعار برای این برنامه فرج آقامون امام زمان باشه یا علی مدد. ان شاء الله. خیلی ممنون و متشکر که باز فرصتی فراهم شد در خدمت شما باشیم و از محضرتون کسب فیض بکنیم. بسم الله. امروز برنامه‌تون رو با چه حال و هوایی قرار تقدیم بینندگان ما بکنیم؟ اگه اجازه بدید من چند بیت تقدیم کنم برای آقا بقیت الله و ببینیم چی میشه دیگه. بسم الله. رسیدم بر در این خانه و چشم تر آوردم، به این اشک و به این گریه ببین که گوهر آوردم. شده ذکر لبم هر شب الهی سیدی مولا، تو را هم داده ای که من از اینجا سر در آوردم. برای حضرت مهدی به لب دارم دعا هر شب، معز الاولیا نظر نگاه تو سر آوردم. شده شمع و دل من هم شده پروانه رویش، شده شمع و دل من هم شده پروانه رویش. برای دور او گردیدن اصلا من پراوردم. خودش فرموده با ما مادرم زهراس الگویم، برای مدحش از قرآن سه آیه کوثر آوردم. می آید او زمین و آسمان پر می شود از عطر، می آید او زمین و آسمان پر می شود از عدل. برای این دعا من قلب زار و مضطر آوردم. سری بر روی نیزه شد سکینه از غمش گریان، به خود می گفت از بازار آخر سر در آوردم. به خود می گفت از بازار آخر سر در آوردم. یعنی مدن احسنتون. واقعا هم سخته برای یک خانواده‌ای که در اوج مقام و شأن هستند و جزء مخلوقات برتر خداوند متعال هستند، به هر ترتیبی سر از یک جاهایی در بیارند که انسان‌های پایین دست و حالا گاهن به عنوان غلام و کنیز در اون مسیر در اون جایگاه قرار گرفتند. این جمله همیشه یک دنیا مقتله سید در کلام امام زمان که فرمود بعد العزه مزللات، و این داغ دل خود اهل بیت که اینها عزیز بودند و این چنین ذلیل شدند. میدونید داستان از اینجاست که طرف یه وقت توی فضایی نیست به هیچ عنوان، نه خودش، نه پدرش، نه مادرش، نه دودمانش. بعد اون اتفاق تلخ که براش رخ میاد، عذاب فکری و روحیش به تعبیری بدتر از اون عذاب جسمیشه. من کجا و این فضا کجا؟ لذا میبینید که تمام مقاتل وقتی مینویسند که بی بی زینب رو وارد مجلس شراب کردند، خیلی از بزرگان و اون عالم عمامه به زمین زده بود و گفته بود روز خون سب کن، همین اندازه از مقتل کفایت میکنه. و دخل از زینب و علی بن زیاد، این خیلی حرف سنگینیه. زینبی که حتی آسمان و آفتاب سایه و روی او رو ندیده، حالا این چنین وارد مجلس. و اینها میشه که تصورش هم برای اهل بیت به جهت روحی عذاب دهنده و آزار دهنده است.
ولی کن چه کنیم؟ این قطعه از تاریخ رخ داده و داغ دل امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف شده و امیدواریم که با بیانش هم بیان مظلومیت کرده باشیم، هم بیان این مطلب، این نکته خیلی مهمه که خاندان رسول الله چقدر زحمت کشیدند، چقدر سختی رو بر خودشون بار کردن تا ما الان با حریت بگیم بچه مسلمونیم، بچه شیعه هستیم. این نکته مهمتره که مفتی به دست ما نرسیده از توفیل زحمات خود اهل بیت، دیگران هم زحمت کشیدن برای ماندگاری این دین، ولی ما زحمت اهل بیت رو در رأس همه این زحمات برای پایداری دین میدونیم. لذا میشود محمدی الحدوث و حسینی الوقا. این نکته رو فراموش نفرمایید. آقا کماکان در خدمت شما هستیم. اگه اجازه بفرمایید، من ایام قربت امیرالمومنینه. یا امیرالمومنین، من چند بیت مت برای امیرالمومنین بخونم تا اینو. چقدر عالی، چقدر عالی. بسم الله. نوشتن ز من پس غزل با شما، علی گفتن از من عسل با شما، بمیرم ز عشقت عمل با شما، دلم تنگ شد راه حل با شما، نجف شد قرار دل ما علی، نجف شد قرار دل ما علی، اگر خسته جانی بگو یا علی، یا علی. دلم در هوای نجف پر زده، دوباره به مولای خود سر زده، و از این که دل سر به حیدر زده، دو بوسه به دستان مادر زده، من از شیر مادر شدم با علی، اگر خسته جانی بگو یا علی، یا علی، یا علی. خریده مرا او برای خودش، که دستم فقط شد گدای خودش، به معراج آمد صدای خودش، که او مظهری از خدای خودش، ندارد خدا فاصله تا علی، اگر خسته جانی بگو یا علی. شب عاشقانت قمر داشته، کبوتر کنار تو پر داشته، همین تیغ تو که دو سر داشته، سر دشمنت را که برداشته، به زیر لبش گفته آنجا علی، همین تیغ تو که دو سر داشته، سر دشمنت را که برداشته، به زیر لبش گفت آنجا علی، اگر خسته جانی بگو یا علی، یا علی، یا علی. برای قریب آشنا بهتر است، برای قریب آشنا بهتر است، به پای غم تو بلا بهتر است، برای دل ما دعا بهتر است، که شهر تو از هر کجا بهتر است، شد آباد رفته است هر جا علی، اگر خسته جانی بگو یا علی. نبی نام او را به جانش نوشت، نبی نام او را به جانش نوشت، به دل کعبه خط و نشانش نوشت، پناه زمین و زمانش نوشت، خدا هم میان اذانش نوشت، ولی اللهی نیست الا علی، علی. اگر خسته جان، اگر خسته جانی بگو یا علی. دعای من اصلا دعا نیست، که شفاعت به چون و چرا نیست، که یقین دارم این را خدا نیست، که خدا از علی هم جدا نیست، که نوشته است در عرش علا علی، اگر خسته جانی بگو یا علی. یا علی مدد آقا سید، یا علی، یا علی. بسیار عالی، بسیار عالی. در عین این که با شنیدن نام امیرالمومنین انسان روحش جلا پیدا میکنه و سینه‌اش ستبر میشه، ولی خب غم و قصه ای هم در یک قسمت دیگه از دلش مینشینه. این که میگن یه چشمم اشک و یه چشمم خون و لبش خندون، حالا به تعبیری برای موقعی که مدح امیرالمومنین رو میشنه، میبینی این مرد با این همه عظمت چگونه دستای مبارکش رو با تناب بستن، یا با اون حال خاص دیده بود که
عمامه حضرت رو دور گردنش بستند و دارن از خونه بیرون میبرند. مظلومیت امیر المومنین ناصد مصطفی دست. یعنی تمام این خانواده خیرند، برکتند، چه برای خودی و چه برای دشمن. وقتی اون مرد یهودی دید امیر المومنین رو دارن از خونه میبرند، به زیر لب شروع کرد اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علی. گفتن چی کار داری میکنی تو یهودی؟ گفت من خیبر شکن بودن علی رو دیدم، قدرت این آقا رو دیدم، چگونه امر به صبر شده و الان داره اون صبر رو اطاعت میکنه و اون امر رو به جا میاره. این آقا بر حق که اینچنین عمل میکنه و همونجا شیعه مرتضی علی شد. این امیر المومنین. بعد یه همچین آقایی بفرماید که به اون مرده اومده بود تو شهر، هی میگفت من غریبم، من بیکسم، به دادم برسید. دیدن امیر المومنین داره زار میزنه، گریه میکنه، گفتش تو غریبی یا من علی؟ تو مظلومی یا من علی؟ تو اگر اینجا زمین بیفتی آیا جنازت رو بر میدارن؟ که آقا شهر مسلمان هاست، حتما این کار رو میکنن. حضرت فرمودن پس غریب و مظلوم من علیم، یک تنه دستای منو بستن، ناموسم رو جلوی چشمانم زدن و من تنها همسرم رو به خاک سپردم. وقتی این دو رو با هم مقایسه میکنی اصلا حیرت میکنه که علی کیست. یعنی باید آیه‌ای نازل میشد، علی و ما ادراک علی. خیلی ممنونم، حال و هوای فضای ما رو عوض کردی. یعنی این خصوصیت ذکر علی است و الحمدلله با قلم شیوای شما. من هنوز منتظرم یه هدیه دیگه به ما بدید. به قول معروف این چند روز آخره که ما لباس مشکی پوشیدیم و معمولا از شب اول محرم تا شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام به عدد ابجد نام حضرت زینب سلام الله علیه 69 روز ما 69 روز لباس مشکی به تن داریم. این چند روز که مونده لباس مشکی به تن داریم، اگه اجازه میفرمایید من یه غزلی تقدیم کنم به حضرت زینب سلام الله علیها، که کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. خیلی جالبه، من یه بار خودم فکر کردم دیدم حتی زرباهنگش، حالا توی شعری و مثلا مدعی، زرباهنگ حیدر و زینب تقریبا نزدیک هم. و اصلا انسان وقتی هم تو حالا عزاداری و سینه زنی و هر دو ذکر یک انرژی به مستمع و سینه زن میده، وجد خاصی. آره وجد خاصی به آدم میده و این هم مال زینب است که حیدرگونه عمل کرد. بله واقعا خیلی عالی. بسم الله. خواهری که از غم داغ برادر سوخته، خواهری که از غم داغ برادر سوخته، عالمی از آه او تا صبح محشر سوخته، از 1950 زخم بر بدن از همان گلبوسه های روی هنجر سوخته، با حساب تشنگی و گرمی و داغ پسر، با حساب تشنگی و گرمی و داغ پسر، می شود فهمید در گودال خنجر سوخته، دست های نیزه را از پشت آتش بسته است، دست های نیزه را از پشت آتش بسته است، هر چه می بینم در این صحرا سراسر سوخته، کربلا یک دستش آب و دست دیگر آتش است، شاهد هر فم فراتی که سراسر سوخته، ای بسوزد آن که شد آتش بیار معرکه، ای بسوزد، ای بسوزد آن که شد آتش بیار معرکه، آن کسی که در تنورش یک شبی سر سوخته، با سر خود هم شده یک سر به دختر میزنه، با سر خود هم شده یک سر به دختر میزند، چون که میداند ز هجران پای تا سر سوخته.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله و صلی الله علیک یا مولاتی یا زینب. احسنتم طیب الله، خیلی ممنون و متشکرم، خدا خیرتون بده. امروز هم با اشعار زیبای شما مقدمه خوبی شد و انشالله عرض ارادتمون به امضای بی بی جانمون فاطمه زهرا سلام الله علیها برسه، چون او اول مدافع امیرالمومنین و عاشق نام حضرت بود، کما اینکه پدر بزرگوارش بدون وضو هم نام علی رو به زبان جاری نمی کرد. انشاءالله با خوندن مدح امیرالمومنین و این غزل بسیار زیبا در رابطه با حضرت زینب، بی بی جان راضی شدند، یک امضا میندازند، کربلای ما، مدینه ما انشاءالله امضا شده باشه. خیلی متشکرم، ممنون از لطفتون. بینندگان کماکان با ما همراه باشید، در بخش دیگری از برنامه دوباره به منظر شما عرض ارادت خواهم کرد. با افتخار در خدمت شما هستیم و خدا رو شاکریم که نعمت خدمتگذاری منظر شما بینندگان عزیز رو داریم و انشاءالله این عرض ارادت رو از ما بخرن و به امضای بی بی دالم برسون. امروز در خدمت برادر بزرگوارم استاد خودم حاجی میرزایی، حاج سید حسن آقای میرزایی هستیم که انشاءالله دلمون و گوشمون رو به کلام، اشعار و نوای گرم ایشون میسپاریم و انشاءالله در کربلا و در جاهای خوب مهمان خواهیم. اجازه بدید به محضر عزیز بزرگوارم سلام و عرض ارادت داشته باشم. خیلی خوش آمدین، اجرکم الله خیرا. یا الله وجه. سلام و احوال پرسی با بیننده ها داشته باشین. هستیم در خدمت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان محترم و همه محبین آقا امیرالمومنین. التماس دعا، انشاءالله دعا برای فرج حضرت فراموششون نشه انشاءالله. چه خبر امسال؟ خوب بود الحمدلله. الحمدلله. آیا این بیماری باعث میشه که مردم دور بشن یا شدن یا امید به اونهایی که اهلشن؟ الحمدلله پاکار وایستدن و تا آخرم وای میستن انشاءالله. کسی که پیمان با ابی عبدالله ببنده کوتاه نمیاد بلندی. احسنت، حقم همینه. اونی که اهل قول دادن باشه و مردانه پای کار بیسته دیگه، با به قول معروف حالا یه بیماری و نمیدونم مثل سالهای قبل که برف شدید میومد و سیل میواد و اینها، دیگه یه چیزی بین ما و اربابمون جدایی نمیاندازه انشاءالله. آقا جان منتظریم که از منظر شما استفاده بکنیم و انشاءالله وعدمون باشه بین الحرمه انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه الطیبین الطاهرین. گلی گم کرده می جویم او را، به هر گل می رسم می بویم او گل من. نی با بدین و نان است، گل من مهدی صاحب زمان. آقای من اگر نشست دل تو با من مسکین آرد، بیا به باغ و ببین که هم نشین گل خارد.
خدا رحمت کنه به نوکرای قدیمی و سینه سوخته های ابی عبدالله، مرحوم کافی تکیه کلامی داشتن. ایشون میگفت آقا جان بچه هامون بزرگ شدن، بزرگترا کم کم موهای سر و صورتشون سپید شد، قدشون خمیده شد. آقا جانه پدر مادرها یکی پس از دیگری رفتن، یبن الحسن گفتن منتظر بودن تو نیومدی. آقای من یعقوب زن تزار تو شد دیدش سپید، ای صد هزار یوسف مصری فدای تو بود. دانم یقین بنای ستم و جگون شود، بر بام معدلت شو براید لوای تو بویم. ایام ایام محسنیه بود، ایامیه که جسارت میکنن به مادر امام زمانمون. آقا جان خوش به حال اونایی که به احترام مادر حضرت به احترام آقا محسن ابن علی هنوز لباسی هاشون تنشونه. یه بیت میخوام از زبون اونایی که هنوز احترام کردن پیرن سیاه تنشونه بخونم، و یا علی مدد انشالله اگه حالی عوض شد، اشکی سرازیر شد و عدمون باشه امروز، فقط برا فرج آقامون امام زمان دعا کنیم. آقای من پیرن سیاه تنم را نزار کبود، باشد برنگ چادر صاحب عزای تو بود. اما میخوام بگم این روزا دیگه اون چادر خاکی شد مرد بود. امروز روزه رو از زبان خود امام زمان بخونم، ایشالله آقام یه عنایت ویژه به محبینش داشته باشه. مادر من به انبیا مقتداست، مادر من حبیب کبریا، مادر من بحر معانی بود، مادر من حیدر ثانی بود، مادر من روح نماز شب است حاصلی از تربیتش زینب است، مادر من حسین می پرورد به دامن خیش حسن آورد، مادر من هستی حیدر بود روح دو پهلوی پیامبر بود. یه عمری
آقا رسول الله وقتی می اومد پشت در خانه فاطمه دست به سینه می ساد، اون با صدای بلند می فرمود السلام علیک یا اهل بیت النبوت. آقا جان مگه تو این خونه چه خبره؟ تو این خونه یه فاطمه داره نفس میکشه که روح بین دو پهلوی من پیغمبره، پیغمبری که پاش به عرش خدا میرسه اما وقتی محضر بی بی قرار میگیره میدیدن پیغمبر خم میشه، دست فاطمه رو میبوسه، سینه زهرا رو بو میکنه. بابا جان این سینه بوی بهش میده بابا جانم. اونایی که عشقشون سرازیر شد فهمیدن من چی میخوام بگم، آماده یا نه؟ مادر من، مادر من بود و نبود علیل، مادر من یاس کبود علی، مادر من مدافع حیدرم، آره والله شاهد من سینه و میخ درم، حیفی که ناموس خدا را زدن مادر مظلومه ما را زدن، حیف از آن سینه که در غم نشست، حیف از آن دست که قنفذ شکست، نگذاشتن و به غسل کفن پیغمبرم خوش بشه. یا بهتر اینجور بگم آقا جان هر کجا که شما بوسیدی لطمه زدن، اگه صورت رو بوسیدی زدن، اگه دستا رو بوسیدی با غلاف و تازیانه زدن، اگه سینه رو بوسیدی بین در و دیوار، یه خونه اگه توش یه عزیزی از دست بره، این یه بک برای اونایی که اهل کناین، اهل اونایی که دو ماه تموم از این روزه به اون روزه، از این مجلس به اون مجلس، تازه آماده شدن برای حضرت محسن گریه جانم، کنن. جانم آقا یه خونه یه عزیزی که از دست میره، پارچه مشکی میزنن، بنر میزنن، اعلامیه میزنن، اسمشو میزنن. تو خونه رسول الله چی بود؟ اعلامیه یه در خونه پیغمبر چی بود؟ آی اهل فن، اهل کنایه، از همه موز میخوام. گفت در خانه ای که مجلس ترحیم مصطفی کوثر کتیبه در و دیوار میشه. حالا با چی نوشتن؟ در وقت ثبت واقعه قربت علیم، خون جوهر و قلم نوک مسمار میشه. های مادر مادر، تو عرب رسمه
اگه یه عزیزی یه خونه ای از دنیا بره تو اون خونه آتشن روزی روشن نمی کنن، میگه تو کوچه های مدینه داشتم می اومدم، رسیدم به کوچه های بنی هاشم دیدم دود بلنده، جلوتر آمدم دیدم این دود خانه فاطمه است، گفتم دختر پیغمبر چرا سنت شکنی کرده، جلوتر آمدم دیدم این دود از در خونه علیه، یا صاحب الزمان آمدم دیدم یه عده دست علی و بستن دارن میبرن، مادر سادات پشت در 40 نفر دارن میزنن، یا زهرا یا زهرا، آن کس که بس نسبت هزیان به مصطفی از ضرب دست اون بر رخ زهرا نشانه بود، همه منو ببخشن روزای روزه است، به خدا قسم 2 ماه محرم برای اربابمون ابی عبدالله میخونیم هیچ اتفاقی نمیفته، این روزا همه استخونای بدن درد میگیره، هم گفتن این حرفا سخته هم شنیدنش، از همه محبین امیرالمومنین عذر میخوام، اما یه بیتو با اشکت ازم بخرا، منو مدیون مادرم نکنی یا صاحب از زمان، آجان عذر میخوام، در حیرت مغیر به زهرا چگونه زد، هیچ از بازوی شکسته او خون روانه بود، هم دست گشته بودن قنفاز با مغیرم، او با غلاف شمشیر او تازیانه میدن، دست علی و بستن دارن میبرن، یهودیه این همه معجزه از خاتم الانبیا دیده شهادتین نگفته، تو این وانفسا دیدن داره میگه اشهد ان لا اله الا الله، چی شده اینجا تو این واقعه، مادرشون پشت در دست مولا رو بستن، بچه هایی دارن تو سر و صورت میزنن، علی غریبه، تو داری شهادته میگی، گفت این آقا رو خیبر دیدم، با 2 انگشت در از قلعه خیبر من میدیدم با ذوالفقارش چه کرد، این علی خدا داره اونجا بهش میگه شمشیر بزن، اینجا به پای اون خدایی ایستاده، اون برای مرد سخت ترین لحظه اینه دستشو ببردن خانومشو بزنن، زن پشت دراب خانه پر از شعله آتش، الله که تا جن علی حوصله دارد از فزه بپرسید در شعله گرفته، با سینه یه زهرا چقدر فاصله داره، گفت علی جان اجازه بده من برم، اینا میدونن من بار شیشه دارم، اینا میدونن پیغمبر چجوری به من احترام میکرد، صدای منو بشنوه بر میگرده، اما هیزم آوردن در خانه را آتش زدن، میگه همه قدرتم رو جمع کردم یه لگد به در زدم،
فاطمه بین در و دیوار سه چالال زد اول صدا زدی یا عبدا یا رسول الله ببین با دخترت چه کرده بعد صدا زدی یا فضلتی خزینی بیا بچه ما کشدن ناله یه سوم علامه یمینی میگه صدا زد بسرم مهدی اما من میگم این روزا اونی که از همه داغدار تره امام حسن آقا جان یه صحنه بین در و دیوار دید یه صحنه ای امام حسن دید که هیچکی ندیده دو سه بیت بخونم ببرمت کربلا اذیتت نکنم روزه مادر سخته به حسن شمر موقع رفت آمد دشمن یکی دوتا نه چهل رد پا به چادر بود نبود علت قتل حسن دو جرعه زهر چرا که علت قتلش روزه تحیر بود به عبدالزهرا فرمود در عالم معنا عبدالزهرا چرا روزه ما رو نمیخونی؟ آقا میخونم جگرت پاره پاره شد میخونم جنازتون رو تیر بارون کردن میخونم بالا منبر به بابات اهانت میکردن سب میکردی فرمودی اینا روزه ما نیست روزه ما روزه تحیره کدوم روزه فرموده باشن یه عده مادرمونو میزدن یه عده دست بابامونو بسته بودن بابامونو میبردن منو حسین نگاه به هم میکردیم متحیر مونده بودیم پیش مادر بمونیم یا دنبال بابا بریم اما من میخوام بگم این برا آخرین بار نبود روزه یه تیار توی خونه واده یه جا دیگم یه آقایی متحیر مون چکنه کجا این کنار نهر القمه نه دست داره به جنگه نه آب داره خیمه بره عباس متحیر مون چکنه یه ساعتی بالا یه زین با صورت زمین افتاد دو بند و یا علی مدد از هم التماس دعا دارم عباسم تیرا چجور با زانوات کشیدی فاطمه رو به قتلگاه کشیدی چجوری با دستایی که نداشتیم چادرش روی چشات کشیدیم دیدن ما حسین سر عباس رو دامن میذاره سر مبارک و با چه زحمتی رو خاک میذاره بلفز عباس چه میکنی داداش آقا جان دارم مباسات میکنم الان شما هستین سر منو به دامن بگیریم اما میبینم یه ساعت دیگه تو گودال این کسی نیست سر شما رو به دامن بگیره
میخوام بگم آقا همین طور شده بوده، اومدن سر آقا رو به دامن گرفتن اما نه با محبت، فقط یه نفر این سر مقدس رو به دامن گرفت با محبت. کجا؟ گوشه یه خرابه. دیدن 3 سال سر رو بغل گرفته، هی با انگشتاش موی بابا رو شانه میزنه. امو که رفت لا اقل تو نمیرفتی، یکی برای بازوی امه سپر باشد. بعبی انت و امید یا مظلوم یا ابا عبدالله. التماس دعا جون. احسنتم، طيب الله سلام خدا خيرتم يا الله عالي. ان شاء الله بعدد اسامی اهل بیتی که سر زبون شما رفت و ذکر مصاحبشون شد، من بگم سفر زیارتی کربلا، بگم همسایگی در بهشت با اونها. یا الله باشون. ما عقلمون قاصره و کوتاه از حتی چیزهای خوب برای خودمون خواستن. خداوند هم خیر ما رو بهتر میدانه و هم صلاح ما رو. ما به رسم قدیمی ها میگیم آقا جان ما نوکریمون رو در این حد انجام دادیم، از اینجا به بعدش باشه. بله، فرمود که من فقط یک نوکرم، کار خودم را میکنم. او خودش هر وقت لازم شد به نوکر میرسد. یا الله. من وقتی که حرف اینجا میرسه یاد حرف حاج ناظم میافتم که یا ابوالفضل من از نوکرم و از من نوکری میاد، تو هم عباسی، من کار خودم رو میکنم. بله. تو هم کار خودت رو بکن. و دیگه مشهور روزه تموم نشده، گفتن بچت سالم و سر پا نشسته. بله. و حقم همینه، ما مأمور به وظیفه ایم و نتیجه با خود حضرات. انشالله از هممون قبول کنه. انشالله لبخند رضایت مادرمون فاطمه پایی، انشالله اعمالمون و این فرض ارادتامون بیفته. اول آخر دعامون هم برای فرج، اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج. باور کنید اگر با عمق وجودمون برای فرج امام زمان دعا بکنیم، هنوز دعا به تعبیری بالا نرفته، مریضمون خوب میشه، قرضمون ادا میشه، گرمون باز میشه. چون اینها قول دادن یک کار خیر براشون بکنید 10 برابرش رو به شما برمیگرد. آیات قرآن این چنین به ما گفته، بهتر و احسن یه کسی به شما سلام کرد، بهتر از اون رو به او عطا کنین. اومد خدمت امام معصوم، اگر اشتباه نکنم امام سجاد یه گل داد کنیز، حضرت فرمودن در راه خدا آزادت کرد. این خانواده اینجوره، میگفت شنیدم در یک جنگ برای پدرم 90 زخم خوردی، من جبران میکنم مادرمون. و جبرانش این شد که بر پس در حتی خودش و فرزندش رو فدایی امیرالمومنین. دیگه حالا ما که چند سواهی میاییم عرض ارادت میکنیم، برای اونها کاری نکردیم حقا، لذا باورمون بر اینه ما یه نفس بزنیم اونها 1000 برابرش رو به ما برمیگردونه. انشاءالله همه حوایجتون در پرتو این عرض ارادت ادا میشه. هر کجا هستین شادیه رو اونهایی که یاد ما دادن چجوری یا علی یا حسین بگیم، یک صلوات رو عنایت بفرمایید. به اتفاق برادر بزرگترم استاد خودم جای میرزایی، از محضر شما خداحافظی میکنیم تا یک سلام دوباره. حق نگهدارتون. یا علی مدد. یا علی. آقا طیب.